سلام و وقت بخیر. ما و شما همه ما به این باورمند هستیم که هنر، موسیقی چیزی است که انسان ها را نزدیک می سازد. نیاز به زبان، قوم، مذهب ندارد. در جامعه که هنر نباشد، در او جامعه رشد فرهنگی بسیار کم می باشد. خب، در این هفته همراه یکی از آوازخوانای سابقه کار از رادیو تلویزیون ملی افغانستان دیدن خواهیم کرد و درباره زندگیشان، رول موسیقی در جامعه و چی گونه موسیقی زندگی از اینا را رقم زد و دوباره صحتمند شدند. خسرو ایوبی یکی از آوازخوانای مطرح و سابقه دار افغانستان. سلام علیکم میلاد خان، چطور هستید؟ خوب هستید؟ شما خوب جان شما جور؟ شکر شما بخیر هستید؟ بخیر آمدید. صد شما خوب است جان شما جور؟ خیر خیرت است. بچه جان خوب نامش نمیفهم و پسان معرفی میشه دیگه. دفت هم مرگی کنید یک کمره یک چیگه پس برای آزاره آمدید دیدن از شما گپایی که درباره گفتنی هایی که درباره زندگی خصوصی شما، چون اکثریت علاقمندان شما که در افغانستان بیرون افغانستان هستند زیاد دوست دارم درباره زندگی شما از شما با خبر شوند و چیزایی که تانوز گفته نشده بشنم دیگه. جزا خیر داخل بیرون از زوار در چرانه میروانه میروانه شما میروانه من واقعا براتون بگویم که شو جور پاکیزه. یک جای میمون شدیم از وزیگر برخان، یک دوست ما رئیس ریاست بانک دکتر فریدون اون تلفون کرد خواست و جانم پروگرام نداری، اما پروگرام کنسل کو این تو میمونگان آماده با چطور چی کار. خب گفتم دکتر سمیم چرا نی؟ و قبلا هم چراغ داشتن عمرش باز رفتیم اونجا. اونجا رفتیم راستی موسیقی کردیم و اونجا پس آمدیم. پس آمدیم شو جور پاکیزه هیچ مشکلی که پا زیاد های بساره تا سی به شو من. خب یک وقفه بوده بازی شروع کردیم و خانیم تا سی به شو رفتیم خانه رفتیم. صبحشان جور پاکیزه هیچ کنم گپ نم سخن نم. دیگر صبح ازی رئیس تلویزیون آریانا قبلا دمون محفل من دیده بود از لایف با بازی رئیس تلویزیون آریانا من را که خسرو جان گفت یک پرچک دارم به نام اچه جان به همین محلیس نمیر خانم خانم گفت که خسرو جان بخواه میشه این می آهنگ یک مصاحبه تو من میگیریم این آهنگ از سر نسته این یک در یک گیتار نواز سبونک بچه یکم سبون جان او تبلکار میکردم رویم یک گیتار سیال موسیقی بود اینا را گرفتم نمره خود
خب ششتون که تمرین میکنیم، تمرین میکنیم. خب برای قسم برو خواه کنم که سبا یک ساعت برنامه بود، از ساعت اول شروع میشه برنامه تا ساعت 8 بجه، اما مصاحبه هم بود اما آهنگ مشر میشه. قرار رفت در خونه دیگه ششتون، همین دفتن کمپل خانم سرپای من داخت، ماهی هود بود، هم داخت که آرپای خود بالا میکنه، پایم بالا نمیشه، پایم بالا نمیشه. خب خانم من گفتم، گفتم لایم تو گپ هست نیه، گفت ها میش مذاق میکنی گپ هست به زندگی تان بازی میکنی. خب گفت اینه بیبی کمپل آرخدا پس کرد راستی که پایم که بالا میکنه گرم پایین میفته، پایین میفته و خب راستی وارخطا شده. آره اولادای مهاجر گفتن دروازه را قفل کو که اولادای من نبینه، که نبینه چی قصه قام ما قاله یا پام سایه هست گفتن. خلاصی دروازه را محکم کرد خانم، دروازه را محکم کرد و اولادا دیگم دروازه را دم 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 زدی دروازه این لکو بابی من چه کرده، دروازه این لکو بابی من چه کرده. خب خلاصه دروازه این لکو کردم پسان سایل می کنم، میبینم که دست بالا نمیشه، دستم بالا نمیشه. اوه این دستم رفت، دستم رفت و خلاص شد. یک رفیقم بود یادش بخیر سعید نام میشه، شرکت داشت، برای زود تلفون کردم گفتم مهاجر بیا. گفت چرا چی گپ از خسرو جان میشه؟ ساعتم ساعت تا یک بجه شب سودود دو باشه ایده آیام یک بجه شب بود این وارخطا شده میخواد خیس مادرش پرسان کرد دهی وقت شب کجا میریم؟ گفت خسرو جان کم کار آجل بار مریض خونه شده، تک مانه شده، خب نیگه با گپ شد این کلمان پایان شدیم، بیچار آمد که مرا دید و بریم مرا پشت کردن سه نفره سبون جان بودم بچه که گیتار میزده و همین سعید پشت کردن مرا تا موتر خود مرا برد، موتر از اکران بود، از مرا بردن شب خانه، شب خانه خوب بردن از سیرم تیر کردن و باز از او باز مرا رخصت کرد، رخصت کردن و توبه سعید من رو نماند، گفت که من خب خانه نایم بوند که بریم، گفت اینجا در شبخانه از رو برای شبخانه زایشگاه من چون کدام شبخانه بود، گفت نه یک شبخانه خب بر صورت یاد داره شبخانه کوره می گفتن اون وقت زایشگاه بود علی آباد، شبخانه علی آباد بود. باز آجر تلیفون کرد خدایی کمی دکتر معالج که مسلکش بود در این رشته تحصیل کرده بود، رشته فلج تحصیل کرده بود، برای تلفن کرد که کجا هستی؟ گفت گفت من نوکری هستم در چیست بود شب خانه، گفت که من مریض میارم. گفت کی از مریضت؟ گفت خسرو. او گفت همون که باور به خدا رو خوانده، باور به خدا آرسی خلاش داره، آرسی احمد زای بیادرش، هر دو بیادر را کشه ایچی غرغره کده میشه، آرسی از او بود در عرق در میخواد بود که رفتم خواندم آرسابور را خواندم آهنگا علایده علایده فرمایش از سیدیش پیش ما هست که من دروغ هم نمیگم، شاید بابایت هم دیجا باشه. وقتی که محفل خلاص شد کمر دختر ایلا کردن کل مردم برآمد، مردم چی یک 20 نفر یک 30 نفر بود که نیم سلام لایق می از اوی کمت من کسی کلی که برآمد کی بام کشمن من از دلای کشمن دکتر نجیب خمون هر جایش بود دیگه، رئیس دفتر دکتر نجیب یک دو نفر دیگه بخیستم برآمدم ولات موسیقی را جمع کردم، اما از کارایی که بود جمع از خانی سالون جمع کردم، جمع خودم بیرون برای من سگرد بکشم، وقت سگرد نکنی سگرد بکشم که زرونشا چینل آورده بود، چینل شاید پول آمد به شام و بار
بیا که دکتر خواستید، دکتر صاحب خواستید، دکتر نجیب خواستید بیا. میخواستم سیگارت خواستم، سیگارتم دادستم، دور خوردم برو سالون، سالون برم که نام ازمو یادم رفت، رئیس دفترش مورش کنتک دارم، دور بخورم که نفر آمد، خسرو جان کجا میری؟ گفتم دکتر صاحب خواستید، گفت خیلی یک دفعه پرسان کنم، گفتم برو پرسان کنم، بیادرم اومد بفانم، صدا کرد خسرو جان خودش صدا کرد، بیا خسرو جان داخلش، اون به چاکی بود میز یک چی کاوش بود این طرفش خالی تو به خدمت شما رسیدن نرسیدن ما اونجا که رفیق باش بشتیم که کوتاهیست و بالاتر از همه چیز اگه میتوانم بشم وسیع تر بگیرم پروژه بگیرم به این شرایط که اوان اصل خود پیچ و خمها و براز و نشیم ها وجود دارم و بگیرم و خسرو جان گفت امروز آرسی بیادر من از بست گفت یک چند پارچه به من بخواهم پس مزار دفعه دکتر صاحب چرا نید پس سازه های گپا را اعلال کردن در میره پیشی ماندن نسیم بایی نسیم جان خدا ببخشش تو یادت نمیای بچه دیگه او تبله میزن بسیار مقبول تبله کار میکرده تبله را پایین کرد گرفت اعلال کرد میخواست که زرگونچو بیادرم چینه را صد بسازم دکتر نجیب سر صدا کرد که شما نامتون من گفتم برادرم هست دکتر صدا خب نگفت هیچ ضرورت نیست خسرو جان آوازش بیا زو چینل وارس آمد خوش دیم پالیم شیشت او را سب کردن اما به من نرسید آمد دیم پالیم شیشت این پای خود دراز کرد گفت خسرو جان گفت از من پایم درد میکنه چارزانی شده نمیتونم دمی پولون شده من گفتم دکتر سر گفتم باید درد میکنه در راست کنه یک رئیس جمهور پای خواهد در راست میکنه پایم درد میکنه گفتم آزار دارم گفتم آزار دارم دیگه گو بخوان برای من خود چی را بخوانم؟ اینمی گایی گایی را فرمایش داد به خدا را دو بگم برای خیلی را خواندم برش گفت یک آهنگ دیگه را فرمایش میتونم باز خودت بخوان دیگه را پاچی که میخوانی خود بدر خود بخوان گفتم چی؟ گفت استاد سگ و بلاواخ را ما جانان از ما آهنگ اول میشه گفت او را بخوان او را برش خواندم که خط برش آمد دیگه اسکر آمد سلامی زدم خود پایین شدیم خط برش موند برش داد خط خون گفت خسرو جان امزه بر من نشته کرده که آرسی تو خود نیست دکتر سگ آرسی ما است خسرو جان اجازه بده که بیاد آرسی که میبرن در خانه میبرن نه خانه خانهشان رو به رو مدبه بود کاری امزه باز گفت که اما خسرو جان گفت اجازه بده کل مردم کل زنا گفت فامیل جمع است کل یه اینجا هست که خسرو جان نباشه هیچ گفت زنی سه که رئیس جمهور است ما را یک شانه ایمانه که ترد گوش کن گفت خیلی باشه که یک شب دیگه ما تو میشیم عقلم و شوش میکنم شرم و شکش میکنم بگذرد از خودش بازی با کش میکنم بگذرد از خودش بازی با کش میکنم خب
خنده‌وار ما سگه بوگیم خب اوشو نمیگیم. ما اولین آهنگ ما که فیلن هم در مجله هست اگر ببینم برام گهی گهی از من یادی کن گهی گهی از من یادی مده مده بر بادم داده میگم که آهنگ از کی است، شاعر از کی است، تصنیف ساز از کی است. ولی کلم تفاوت نداره، گل خود از این نوازش کار داره. یعنی شما قبول کنین که وقتی که یک کس که دائم یک گل او میته خود گل محبت پیدا میکنه. باور با خدا نفسم نیست کسی دارد رسم
جان سوال خوب، با این آهنگ یک فلسفه دارم. فلسفه به این معنی که هارون صوفی رئیس نشرات بود. ما در جای کار میکنم تلویزیون که هیچ مسلک ما نبود، ریاست تعمیرات. ما اونجا ما قرار شدم و اصلا ما در چی بودم در تلویزیون ولایت کار میکردم. بازم برای مدیر، مدیری ما چندان خوب نبودیم، باز ما رفتم ریاست تعمیرات تلویزیون. با اونجا موافقه گرفتم، اینجا ایوار امشیرین رئیس تعمیرات بود. باز رفتم اونجا، باز ما آیت نان شدم. آیت نان که نان کم ترور میکنی، خریداری میکنی، دیگه از آشپزخانه خبر میگیری و گپا. امی حیاتی که ما قرار میشنیم یک ماه بود، هر مامور یک ماه باید نوکری میداد. باز امن تام خانه مثلا نیوازی یک بشخواب سی بشخواب نخورن، مثلا میمان ها زیاد نبیاره بود که نان مامورین کم نشه و گپا. این یک پا مسئولیت ما بود. باز یک روز دیگه استاد هستم، من این میزار کنترول میکنم آشپزخانه، در دان زینا کارتا را میدیدم، کارتا که کس کار داشته باشه داخل شب بیایه نان بخوره. کارتا را میدیدم میرفتن و چوکی میشتن، دیدم که یک آرون صوفی پایان شد و وسیق میگن رئیس نشار تلویزیون بود و رئیس عمومی بود. وسیق زیب آنه فعلا خرام برد است. دیگه این پایان شد و آرون صوفی و عبدالله شادان اینا پایان شدن. آرون صوفی یادش بخیر دیگه این مره دید که گفت خسرو تیجه چی میبینی؟ ما که خنده گرفتیم، من گفتم سلام جی، من توزیع نان دارم، من میریم تو کجا کار میکنی؟ من گفتم من رسالت میداد. اما تو خدا چی کرد؟ بخود تو من نام بخوریم باز بیا یک دفعه دفتر من. باز خود راستی نان من خوردم، مسئولیت من خلاص شد از تون خانه. خود راستی گفتم رئیس نشارت هست، رفت به دفتر خب بیا بشی. خب واقعا هم روی شیش نمیدم چوکی، خود چایم خواست، چایم خوردم. گفت تو پلتخنیک خوندی چطور؟ گفتم نیست، از پلتخنیک فارغ نشدی. من گفتم من نخوندم. خب چرا تو تعمیرات رفتیم؟ اینجا خب باید نگه مسلکی باشه. باز من این قصه را بریزی کردم. قصه را گفت آجل گفت. من موافقت میشتم میکنم. موافقت میشتم، عریضه میشتم کنم. موافقت میشتم میکنم. از ریاست تعمیرات خلاص است. آجل رفتم. عریضه میشتم کنم. امر داد. در ریاست هنر ادبیات مقرر شد. خودش رئیس هنر ادبیات بود دوری اول. باز اونجا رفتم. خب ما پوزی سر برنامه کاران علما قرار شدیم که فهیمه جان که فعلا لندن است او دایرکتر بود، من پوزی سرش بودم. این به اصطلاح می برنامه کاران علما نو ایجاد شده بود دیگه. باز من رو گفت که تو برو امروی فهیمه جان کار کن. خب چند وقت امروی کار کردم، دیدم که من رو خواست گفت دمی هفته روزای شنبه، یک شنبه ما برنامه رو جور میکنیم، باز برزاوی میدادیم، باز ارزاوی چک میکرد، باز مثلا روز جمعه نشرش میکرد. یعنی کار ما خلاص شده بود. مسئولیت کدام اگر کدام اشتباه و کدام در پا در کست میبود در بوش میبود، باز ما رو میگفت که تصحیح کنیم، اصلاح کنیم. خب ما رو خواست آجل پیاده خودمان کرد، گفت دمی جمعه خودت مصاحبه داری. امین اتاق ما غوث زلمعی بود، یادش بخیر. و امیش در این برنامه کارون حالا امرای ما بود که چی میشه؟ تلفون میکردم میامد مصاحبه مثلا ممثل، هنرمند، نویسنده، شاعر. امرای جنا ما مصاحبه داشتیم طریقه خود برنامه ما. باز مفاجل گفت خود در این جمعه مصاحبه داره. ایران ما رئیس ما هست. من رفتم خوصه برامادم بیرون
من چهار آهنگ ثبت کرده داشتم توی ما کنسرت میدونده تلویزیون ملی. این برنامه رو بر من داد که تو باید نمره غوزر من مصاحبه کن. خوستم. خب برنامه دیم خانه رفتم. خانه هم چرا زدم کتابچی خدا پایین این پاریز تو آهنگی که باید خوانده شد خوب باشه. نیافتم. نیافتم خب رفتم پیشوای قاسمی. پیشوای قاسمی رفتم. دوازه رو شزنگ زدم در مکرون سی بود. دیدیم که دروازه رو ایراد کرد. دروازه رو ایراد کرد و یه دو گفت خسرو جان تو خانه ما هستی بیا بیا بخون. بیا گفت نشان یه آشان پخته کردیم. سینه تو نرم میشه بیا خنده کردیم. از اتاقهای رقم اتاقهای شما درون به درون بود. رفتیم خوی گفتین گفت چی کار داریم؟ من گفتم حالا گفتم یک آهنگ کار دارم. من خاطر کار رو حالا این برنامه کار رو حالا رو میبینیم. اما یه خود تا مصاحبه کردیم. با تصدای خودم ما میفرد کدام زیر خوش میکنیم. خلاصی می تصدا ما شنیده رفتیم شنیده رفتیم. ولیکن خودم به کارخانه از دور گوش کنم. گوش امی آهنگ. گوشم بگم تو شرنگ کرد. گفتم خوب آهنگ. و ایده گفتم گفتم ایجان گفتم ای آهنگ رو گرفتم. خب خلاص شیشتیم گفت ای آهنگ نازه جور نشده. تنها ما آستایزی جور شده. انتریزی ما جور نکنیم تا. گفتم خیر است. امی آستاییشه باز انتریشه در استیدیو جور میکنم. باز سخیر های یک شاعر بود. در خود رادیو کار میکنم. زیادتر تصنیف ها شب وحید صابری و مثلا خود وحید قاسمی باز هنرمند هایی که شناخت مارش داشت سخیر های خدا و بخشش فاوت کرد. باز گفت سخیر های هم میخونم اونجا در استیدیو هم میخونم هم تصنیف ها جور کنم. خوب گفت هم سعیز خواهیستم. خوی آسایی زیر گرفتم و پیش از یاد گرفتم خانه رفتم کار کردم کار کردم کار کردم. خب استودیو هم گرفته بود خود رئیس نشرات خود آرون صفی. استودیو وقتی ما پیدا شد رفتیم استودیو رفتیم دیدیم که یک قاسمی آمد محشر نوازنده بود و رد خواب کردن نسیم بایی میگفتن نسیم یان خدا بود بخشه او تبلیه بود فواد انجلال فواد بیرون نواز بود او رد میخواسته بدون اینا نرمان ها جمع شد دیدیم که وحید قاسمی آمد خوشیشتیم خب زمزم هم و زمزم هم زمزم هم خود وحید قاسمی باز بلاخره سب انتریزی جور شد جور شد انتریش سخیر هایی آمد گفت تصنیف آن که جور شد دبایی دار دبایی ویام جور شد اونموج فقط آجل آهنگ یک بار اگه من غلطی کرده باشم نمیفهمم بار دوم یه آهنگ ثبت شد ثبت شد و برامادیم از استو پیش آرون صفی رفتیم رفتیم بیل برش دادم گفتم من سب سب آفرین نمتیل خود ماند شنید و فاجل گفت روز جمعه در این مسایده خود دست باید من بشنوم دو آهنگ راستی دو آهنگ ثبت کرده بودم بولم گفت نیساز و مددی صدا کرد گفت که امی فلانی کی هست بازم پسان برتان میگم گفت که گفتم مستم سید دویده رفتم مددی رو گفتم مستم سید گفت بسیار هر دو آهنگت پاس شده را جوان یک چیز میگم میلاد جان که گپ دروغ نیست که من خدا نخواسته سر خود من گپ جور کنم با قطع زندگیم هست گفت هر دوش اول پاس شده در جوان سه درجه داشت، چهار درجه اول، دوم، سوم، چهارم، چهار درجه اما از من اول اول من مددی گفت اولین بار که لیپسینگ میکنی کلش از دوش تلویزیون پاس شد باز آهنگاش مثلا چک میشه مثلا قبول میکنه کمیسیون اما رادیو در رادیو سب میشه باز نشر میکنه باز آهنگا بود که تلویزیونی نشر میشد یعنی تلویزیونی پاس میشد بازی آهنگ من گهی گهی از بنیادی کن باز تلویزیونی پاس شد باز وقت دادیم را رفتیم زایر نجوا یادش بخیر استدی 47 نگو تخنیکر بود باز رفتیم میرم اونجا ثبت کردیم ثبت کردیم و باز میاجل بر من وقت دادن پیش از که اولاده به دیگه خودم آشپزی میکردم خودم در خانه خودم کار میکردم یک اتاق داشتم نمی شهر بلانه
بازمونجا خودم من پلاو پختم میکردم همه چیز بودیم چای تو مقبول دم میکردم اعتراض میلاد خان که من پیشترم گفتم که موسیقی برای من مثل اولاد واره من بزرگش کردیم خب یکی چه قشن نمانده دارم ندارم من پشت از این نگشتم شهرت و یکا پا نگشتم اما زحمت خود کشیدیم سر هنر خود یعنی ما بعد از نوردیم بی دل و بی دست کند ساقی خمان مرا نیست کند تست کند بی دل و بی دست کند با درد حد ماست کند با درد حد ماست کند ساقی خمان مرا ساقی خمان مرا منم آن مرغیان مرغی که دیست بسر اندیشه پرواز آرد بسر اندیشه پرواز آرد سرودم ناله شب در سینه تن سرودم ناله شب در سینه تن بسرت آسرا مطروز بارم بسرت آسرا مطروز بارم نیست کند هست کند بی دل و بی دست کند با درد خدمست کند با درد خدمست کند ساقی خمار مرا ساقی خمار مرا بر لپایم ازم قفل خموشی بر لپایم ازم قفل خموشی که من باید بگویم راز خود را با گوش مردم عالم رسانم با گوش مردم عالم رسانم تنین آتش آواز خود را تنین آتش آواز خود را نیست کند تست کند به دل و به دست کند با درد خدمست کند با درد خدمست کند ساقی خمان مرا نیست کند تست کند به دل و به دست کند با درد خدمست کند با درد خدمست کند ساقی خمار مرا ساقی خمار مرا ساقی خمار مرا وقتی که قیاسی صاحب رفت که ما در گروه گلستان رفتیم دیگه بسر از ما وظیفه ما چی بود؟ در فلانی ولایت بریم کنسرت بده مثلا مالای امدادی توزیع میشد
از هر ریاست وزارتخانه یک نفر تعیین میشه، من وزارت صحت اومد، مثلا وزارت فایده اومد، این کل وزارت ها در مجموع وزارت تجارت، یک نفر تعیین میشه، اما ما سفر میکرد، مثلا مزار میرفتیم، میگم اونجا میرفتیم، بازونا وظیفه خودشان بود که چی وظیفه داشتن، از ما وظیفه ما کار هنری بود، کنسرت میدادیم، مثلا لیسه نسوان، لیسه زکور، در سینما، ها بدون اقزمه، بدون تکیت، بدون هیچ. ولیکن قدر زیاد ما زیاد بود، واقعا، اونا را زیاد تبدیل میکردم. باز اولین سفر ما در مزار شریف بود، کنسرت دادم. بازم این گپام سویلا جان یادش یاد کرد، و من مزار دیده بدم در کنسرت آمده بدیم، نمیم صاحبه میکردنش، یادش بخیر سویلا جان. بگم او سفر مثلا لغمان رفتیم، جلال‌آباد رفتیم، قندار رفتیم، به قندوز رفتیم، همین فکر میکنم بدخشان رفتیم دیگه، همین چیز ولایت هست ما گشتیم، غیر خوست نرفتیم، غیر خوست نرفتیم، چیز ولایت های افغانستان هست، مو وکن سرد. من خو میلاد خان یک گلسولی خانواد میرفتن مکتب دوازار هم اونجا خواندیم. در اونجا دیگه یک ذره محیط خرد بود، اگر از بابی ما بگویم دیگه یک وقت بلسوال خوست فرنگ بود و مثلا از فرخار بود و مثلا دمی سمتا مثلا حکومت کرده بود، بازو که تقاوت کرد که خانوات آمدیم ما خورد بدیم دیگه، یعنی صنف تا دوازده را در لیسه خانوات نفارق شدیم. باز بابیم چون موسیقی را میفهمید، در آگان بدل و چیان میزد، روبام میزد، با چون شوقی بسیار هنر بود، باز بر ما المنیا و تبلا و یپا از کابل می آورد. اکثریت هنرمندا که خانوات می آمدن، مثلا استاد نبی گل بود و شهیدای بود و مثلا رحیم بخش بود و سرهنگ بود، اونجا خو هتل یپا نبود، هتل نبود، فقط سرای بود که میگه مرکبا بستن میشه دیگه، باز اتاقای اتاقا بود، باز مسافرین در اتاقا زندگی میکردن. باز اکثریت من هنرمندا که میامد، باز چون بابیم دوستی اولی داشت در خانه بود، چون هنر دوست بود، باز نمیمو اگر خبر میشد مثلا از سرنگ آمده، خبر میشد این بخش آمده، باز کل از اینا را جمع میکرد، خودش میرفت دعوتشان میکرد در خانه، یک خانه مختص به خاطر همین هنرمندا. ما در کابل مریض بودم، یک کس هم برام اینجران جمشید میگفت تبله میزد، در اوکراین هم پیش من بود، آمد خودش رو مریض بود بچارم، او باز میامد، باز من کر جرمینه رو اعلام میکردم، باز امرای دست راست من پا کرکش میکردم، باز در میاد کرد من میخوندم که صدا صاف شود و امی فلج آوازم خراب می سازم، بخواد دانم کج بود دیگه، باز آساس رو نمونجا دق می آوردم، میراد جان دو پارچه که می خواهدم امون جمشید هم می گفت، امون جمشید جان دیگه نمی تار توان ندارم، باز می گفت خیر است چون بگم بالاخره آمدیم اروپا که آمدیم، بگم خیش، رفیق، دوست، الان نمان دست راست رو بگید، دست راست رو بگید، خودم زامت بکرد، خودم تنها، اولادای من روز نامده بود از افغانستان، تنها، کار کو، دیگر، همه قدر تان هستم، پنج سال شد، که من فضل خدا آرامش دارم و میخوانم و میکنم، این ضرورت ندارم کسی دیگه امرو مرم نکار کنه و نمیتونم کسی دیگه کرم نکار کنه، چون عادت کردیم بر بیا عادت کردیم، من خوب وقت نمی 30 سال 30 40 سال باور می نخوندیم، نمیتونم کسی دیگه کار کنه، قسمی که خودم کار میکنم کار کردن نمیتونم، نمیتونی نروی نواز باشه، ولی نمیتونم روش بخونم،
باز آستا آستا باز فضل خدا من قدر خواب دانستم که دیگه بخوانم. یعنی موسیقی بر شما این عمر دوباره بسید؟ بله در این مورد سوال بجام سو خوش. یعنی واقعا مک وقتی که از در استوار شدم سر عربنیه من روز خدا نمی فهمیدم تنام بدون بخوان 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 صرف یک نام می خوردم. واقعا اول خداوند کمک کرده بعد از اون واقعا اینمی خود اونر بوده که مرد دست به نکرده که دست خدا بارا می کنم زیادتر هم بارا کنم می دونم اینمی موسیقی بخوان بخوان نمی فهمیدم روز خدا خدا نمی فهمیدم کتاب ها ورق بزن کمپوز کو طرز جور کو یا پا اینمی می موقعنه که نمی مره نمی موسیقی اینمی همار مره به یه درست هم مره در آبرویم با خشم و بدی پیوند عشقم به جان خستی پیوند عشقم به جان خستی برمیش نهانه عشقم شکستی برمیش نهانه عشقم شکستی سلامت باشه خدا پیش پناهتان باشه بابا مکرم.